<applause> به عنوان ارائه دوم در خدمت جناب آقای امیر رضا بهرامنی هستیم آقای بهرامنی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق دانشگاه شریف هستند و در بحث نوروساینس و علوم شناختی در پژوهشگاه دانشهای بنیادی یا آی پی ام مشغول به پژوهش هستند میخواستم که با تشویقتون رو دعوت کنم سلام امیدوارم حالتون خوب باشه خب این اسلاید من فقط پاورپوینتشه دیگه, دیگه چون یه ویدیو هم توش داره اوکی خیلی ممنون خب معرفی که کردم من امیرزا بهرانی هستم الان دانشجو ارشدم و بر منم تو 12 دقیقه گفتن نورسانسی کم سخته من که که خودم کار میکنم مربوط به پرنده هاست یعنی ما سوالمون اینه که چه شکلی پرنده ها میتونن صداهای مختلفو ادراک کنن و مغزشون چه این قابلیتو بهشون میده و حالا تو این ارائه فرصت نمیشه روش صحبت کنم ولی میبینید که بعدا چقدر مهندس وقت تو این میتونه کمک کنه پایین نگاه کنید همرنگ هم خب الان بهش هم رنگن و ما که داشتم اسلاید رو می ساختم دقیقاً یه رنگ براشون انتخاب کردم حالا به اون مثبت بین دایره قرمز و سبز نگاه کنید 30 ثانیه به اون مثبت نگاه کنید و چشتون رو اصلا تکون ندید دقیقاً اون مثبت 30 ثانیه من 30 ثانیه رو میگیرم و چشتون ها هیچ وقت فلند تکنه این خب الان آروم چشتون ها مثبت بالا بیارید رو مثبت پایین الان چیزی که احتمالا میبینید الان ممکنه به خاطر پروژکتور هم باشه ولی چیزی که می‌بینید که دوتا رنگ زرد و هم فرد داره خب حالا اگه نمیبینید یا احتمالا به خاطر اینکه پروژکتور اینجا ضعیفه ولی خب این چیزی بود که واسه نشون بدم که عملا یه ایلوژن برای ما وجود داره تو اینجا حالا اسلاید بعدی هم بریم اسلاید بعدی تو میبینید آره این یه چیز معروفیه بهش میگن روتیتینگ اسنیکس یعنی مارهایی که دارن میچرخن این عکس گیف نیستش یعنی یه تصویر کاملا تصویر معمولیه و شما احتمالا میبینید که اینا دارن میچرخن البته این یه ای که بعضی از آدما نمیبینن یعنی این نکته‌ای داره ولی حالا به هر حال من چیزی که از این خصوصاتون نشون بدم اینه که یه سری ایلوژن‌های تصویری هستن که ما باشون مواجهیم و در واقع این سوال بر ما به وجود میارن که چه شکلی اون چیزی که ما داریم میبینیم و فکر میکنیم حقیقت ممکنه حقیقت نباشه و ممکنه اصلا یه چیز دیگه باشه چه شکلی ما میتونیم بفهمیم که چه شکلی مغز ما این اشتباهو داره میکنه و داره ما این تصویر اشتباهو میسازه حالا من به عنوان همین چیزی که جالب باشه آوردم از استایل بعدی یکم میخوام چند تا مبانی بهتون بگم که بتونیم پیش بریم اول از همه نورون رو شاید باش آشنا باشید حالا همه ها بچه های اینجا ریاضی ولی نورون سلول اصلی در واقع مغزمونه تنها نوع سلول مغزمون نیست ولی سلول اصلیه یه ورودی داره دندریت بهش میگن سمت چپ میبینید یه بخش آکسون داره و یه سری خروجی داره که حالا در واقع اون خروجی هم باز آکسون هن ولی سیناپس میدن به نورون دیگه من اینجا خیلی ساده سازی شده میخوام در واقع اینکه نورون چه شکلی کار میکنه رو بهتون نشون بدم این خیلی ساده سازی شده است یعنی خیلی زیاد ولی خب ایده اصلی بهتون میده یه بار دیگه بعدی میشه بزنید کلا ایده از نورون اینه که یه سری ورودی ها و از نورونای دیگه میگیره اینا رو رو هم جمع میکنه و میبینه که این جمع اگه از یه حدی بیشتر باشه نورون ما فعال میشه اگه از یه حدی بیشتر نباشه نورون ما فعال نمیشه خب یعنی همین ساده نورون مثل سوئیچ مثل یه, یه کلیده یا, <coughs> یا فعال میشه یا فعال نمیشه و این فعال شدن یا نشدنش بستگی به ورودیاش داره خب البته که حالا من دو تا مثالم آوردم اگه میشه دو دور دو دو دیگه بزنید حتی چهار بار باید بزنیم چون مثلا سریع ازش میگذرم ولی خب مثلا فرض کنیم ورودی های ما اگه جمعشون بشه دو خب و این ورودی ها دیگه از نورون دیگه اومدن اگه جمعشون بشه دو این نورون ما روشن میشه تو خروجیش این روشن شدن هم یه لحظه است یه ایونت خب روشن میشه بعد دوباره برمیگرده دو هم حالت خاموشش دو دوباره بخشه دو سه بار دیگه دکمهشو بزنید چون اکتیوش هم نیست و مثلا مثال دیگه اینه که اگه میشه دوباره بزنید آره مثلا اگه عددش کمتر باشه خب این داره خاموش اما نورون ما روشن نمیشه خب بقیه نکته که اینجا وجود داره مهمه اینه که مغز ما با عدد کار نمیکنه مغز ما با ولتاژ الکتریکی کار میکنه و همین هم خب نق... نکته ای می میتونه باشه که چرا مهندس برق اینجا وارد میشن آ... ولی کانسپت اصلی نورون نه. یعنی موجودیه که اگه ورودیاش اگه حدی بیشتر بودن فعال میشه اگه نبودن فعال نمیشه و خاموش میمونه خب این میشه درد ما میخوره اگه میشه ببینید استوری بعدی ممکنه به خودتون بگید این خب خیلی ساده است چه درد نمیخوره چه شکلی ما میتونیم با همین نورونای سادهمون تمام این فانکشنال عجیب غریبی رو بسازیم که در واقع تو مغزمون وجود داره و تو رفتارمون بروز پیدا میکنه نکته اینجاست که ما خیلی نورون داریم یعنی مغز ما 86 میلیارد نورون داره که عدد فوق العاده زیادیه و تعداد ستاره که کهکشان رو شیری بیشتره و نکته مهمتر از اون, اون اینه که این نورونای ما خیلی هم به صورت خاصی به هم وصل شدن یعنی اتصالشون هم اتصال خیلی خاصی یه مثال میخوام بهتون نشون بدم استرید بعدی میشه بریم این یه آزمایش خیلی معروفه که از اولین آزمایش مهم مهم نوروساینس که به خاطرش نوبل هم در واقع آقای هیوبلن ویزل که دو نفری بودن که این کار انجام دادن برنده شدن اینا اومدن یه ناحیه از مغز گربه که میدونستیم مربوط به بینایی میشه حالا اینکه چطوری میدونستیم از قبل این بحث دیگه است بحث آناتومی بوده تو اون ناحیه اومدن یه الکترود گذاشتن اینجا الکترود مثل یه ولت متره خب و صرفا میتونیم بفهمیم که اون نورانی که داریم ازش سیگنالش رو ثبت میکنیم این اکتیو شده یا اکتیو نشده و با چند بار اکتیو شده خب و اومدن به این گربه یه زاویه یه نور رو فرض کنیم با زوایای مختلفش نشون دادن اون عکس سمت راست زاویه ها رو کشیده عکس اون در واقع تصویر مقابلش هم نموداری که حالا محور افقش که زمانه و هر کدوم از اون خطا که می بینید یعنی نورونه فعال شده خب. مثلا این نورون داره کدوم زاویه پاسخ میده به زاویه در عمودی خب این وقتی زاویه عمودیه بیشتر این پاسخ رو داره اگه زاویه نزدیک به عمودی باشه بازم پاسخ میده ولی کمتر اگه زاویه افقی باشه اصلا پاسخ نمیده اینم بگم که این نورون مکان تصویرم براش مهمه اگه شما همین زاویه عمودی رو یه جای دیگه تصویر بهش نشون بدید این نورون فعال نمیشه Uh, حالا این بشه درد نمیخوره یعنی ما چه شکلی میتونیم با همچین چیز ساده ای کامپیوتیشن uh, یا در واقع uh, محاسبات پیچیده تری انجام بدیم اسلاید بعدگی میشه بریم خب فرض کن اینجا یه نورون داریم اون نورون آبی رنگ هر کدوم از این دایره یه نورون هست. این نورون آبی داریم که این نورونه فقط و فقط به شرطی فعال میشه که اون چهار تا نورون سبزی که دارم بهش ورودی بدن ورودی میدن همشون همزمان فعال شده باشن خب خب اون نورون سبزا چیان اینا هر کدوم نورونایی هم مثل همون نورونای شکل قبل یعنی هر کدوم به یه زاویه‌ای که اونجا کشیدن بغلشون پاسخ میدن و توی یه جای خاصیت تصویر خب اگه میشه مثلا الان فرض اگه اینا نشون بدیم اینکه که پر شدن این فعال شد این نورونا فعال میشه دوباره این فعال میشه اگه میشه دوباره بزنید بعدی فعال میشه بعدی فعال میشه و حالا که هر توشون فعال شدن این نورون در آبی رنگ ما هم فعال میشه خب حالا این نورون داره چیکار میکنه این نورون در واقع داره این یه شیپه یا به نام لوزی تو خودش کد میکنه خب این چیزی که دارم نشون میدم مغزمو دقیقا این شکلی نیست خیلی پیچیده تره ولی کانسپت همینه یعنی شما میتونید با چیزهای مختلف خیلی ساده چیزهای خیلی پیچیده تری بسازید و دقیقا همین ادامه پیدا میکنه اگه میشه به مثال بعدی تو مغزمون حالا اون این خطایی که میبینید در واقع همون رشته‌های هستند. خب بعد چشم میره می توی یه به نام LGN خب که از اون میگذاریم، بعد میاد میره تو ویوان ویوان همون جایی که اون نورونایی که زاویه ها رو تشخیص میدن بودن حالا نورونایی که زاویه تشخیص میدن چه شکلی زاویه تشخیص میدن اونا در واقع یه سری نقطه‌ای کنار هم قرار میگیرن و یه خط تو که زوایای مختلف داره بعد این زوایای مختلف میتونم با هم شیپو بسازم مثل همون دوزی این شیپای مختلف میتونم با همگی یه آبجکتو بسازن این میتونه هم تو پیچیده تر بشه تا برسه حتی به ناحیه که اون ناحیه آی تی که عملا این بغل مغزتونه اون ناحیه آی تی جایی که شما در واقع چهره ها رو توش کد میکنید یعنی وقتی مثلا تو اون ناحیه آی تی شما یه نورانی یه دونه نورون نه چندین نورون وجود داره مسئول چهره پدرتونه هر به پدرتون, پدرتون نگاه میکنید حتی از زوایای مختلف اون نورون فعال میشه پس عملا ما میتونیم با یک کامپیوتیشن خیلی ساده با چیز خیلی ساده چیز خیلی پیچیده‌تر بسازیم خب حالا دلیلی که من گفتم بعدش یه بخوایم به بخش بعدی اینه که کلا یه کانسپتی اول بگید نورسانیس چیه نورسانیس دنبال اینه که دو تا جهان متفاوت رو به هم وصل کنه جهان فعالیت عصبی ما که مغزمونه و یه چیز فیزیکاله و جهان رفتارهای ما حالا این رفتارها میتونن حسه درونی اونم باشن خب میخوایم دو رو هم وصل کنیم میخوایم ببینیم چه شکلی این داره به باعث وجودان اون شکلی اون یکی میشه و از همه مهمتر که اون یکی چه شکلی روش اثر میذاره حالا این بشه دردی میخوره خب اگه میشه ببینیم بعدی یه مثال خیلی خوبی اینه یعنی در واقع خب پس الان ما فهمیدیم که اگه مثلا ما فعالیت نورون های همون گربه ها رو داشته باشیم میتونیم بفهمیم که این گربه داشته به کدوم به چه تصویری نگاه میکرده یعنی انگار ما میتونیم با فعالیت نورون ها ذهن رو بخونیم خب Uh, اگه همین کار رو انجام بدیم و این این نمونه که حالا یه عکسی که اینجا براتون آوردم کاری که واقعا انجام شده فرض کنید یه کسی باشه که یه معلولیت داشته باشه و نتونه دستشو تکون بده ما از این آدم میخوایم که فکر کنه که داره می‌نویسه در واقع هلو خب و ما میتونیم از ثبت کردن یه ناحیهش به نام اونجا مط... میگم موتور کورتکس اونجایی که در واقع توش الکترود رفته که جاییه که وقتی من میخوام دستمو تکون بدم اونجا داره فرمانو میفرسته ما اگر اونجا ثبت بگیریم و این ثبت رو تحلیل کنیم میتونیم بفهمیم که این طرف داشته به نوشتن چه چیزی به نوشتن که نوشته بگم به تکون دادن چه ماهیشش به نحوی فکر می‌کرده. با اینکه ماهیشش الان تکون نمی‌خوره، ولی ما میتونیم اون رو در بیاریم و اینو بدیم به یه کامپیوتری و بهش بگیم خب بنویس هلو شما یه لحظه فکر کنید که ببین این چه تاثیری میتونه بذاره رو زندگی افرادی که معلولیتی دارن، مریضی دارن و همینطور یکم فراتر بهش فکر کنیم، روی زندگی خودمون یعنی فرض کنیم من یه بازو رباتیک اضافه تری داشته باشم یا بتونم یه اصطلاحی هست بهش میگن برین تو برین اینترفیس یعنی بتونم بدون اینکه با شما صحبت کنم فقط با فکر کردن به یه چیزایی به شما یه حسی و منتقل کنم اگه میشه بریم اصطلاح این یه ویدیو خیلی معروفه و دانشگاه براون بزنید اگه میشه بزنید پلیش یه بار دیگه این یه خانومیه که معلولیت داره اگه دقت کنید اه. نه فکر کنم پایین میتونید تکون یه پی دی شده باشه پلی نمیشه این یه خانومی که در واقع معلولیتی داره و اگه دقت کنین شده دقیقا تو همون بخش موتور کورتکسشه و اینا میتونن با ثبتی که ازش میگیرن و تحلیل اون دیتایی که دارن یه بازو روباتیکی رو تکون بدن که این خانم بتونه با فکر کردن به اینکه من دارم دستم تکون میدم این در واقع حالا آب رو بگیره بیاره بذاره دهنش نیشه و در واقع آبو بخوره حالا اینجا ظاهرا ویدیوش مشکل داره من تا حالا بیا دوباره اگه بحث شدهش این چیزی هم که در واقع اینجا میبینیم این یه چیزیه که برای سال‌های گذشته هست یعنی بودن برای 7 سال پیشه و الان خیلی بیشتر از این پیشرفت کردیم یعنی حتی تو ایران فعلا نه ولی این میگم کار دانشگاه براونه این خانم با فکر کردن در واقع به دست دستش داره این کارو انجام حالا این ویدیو داستان داره نمیم الان خیلی خوشحال میشه چون قبلش مثلا تلاش میکنه نمیتونه چون این نیاز ترنینگ مفصلی هم دا به این راحتی نیست ولی به هر حال این کار رو میتونه انجام بده خب اگه میشه بریم استاد بعدی <تصحیح> اما مثلا کردم یه دیدی بهتون بدم اولا از اینکه نوروساینس کلا چیه و حالا یه جنبه مهندسی خیلی کوچیکشو بهتون نشون بدم این جنبه مهندسی کوچیک نیست به این که جنبه مهندسی دیگه هم داره اما چیزی که الان دو تا استاد آخر صحبت کنم اینه که حالا نوروساینس چه برق داره خب شاید مهمترین نکتهش اینه که مغز ما داره با سیگنال الکتریکی کار میکنه یعنی این چیز واضحه که مغز ما یه سامانه الکتروشیمیایی هم سیگنال الکتریکی داره هم سیگنال شیمیایی داره ولی یه بخش اعظمش سیگنال الکتریکی یعنی فعال, فعال, شدن هر نورونی کاملا یه پالس الکتریکیه خب پس این شبکه دیگه این داره حالا به عنوان نمونه اگه بخوام یکم بهتون نشون بدم مثلا فرض کنید این همون یه سامانه یه شبیه همونی که با هم تو تصویر قبلی دیدیم کجاهای این مهندسه برق میتونن کمک کنن خب اول از همه شما نیاز دارید که اون فعالیت رو از مغز ثبت کنید پس نیاز مثلا به یه حالت ولت متر توری دارید که اینا بذارید داخل مغز که بهش مثلا الکترود یا پروب عصبی خب و این فعالیت شما رو ثبت بکنه این چیزیه که مهندسای برق به صورت خاص مهندس الکترونیک باید بسازنش البته روش های هم برای ثبت از ثبت دیتا از مغز وجود داره فقط الکترود عصبی نیستن ولی به هر حال هر, هر کدومش بازم چون شما میخواید دیتا رو سیستم الکتریکی بگیرید نیاز به یه مهندس برق دارید جالب بدونید حتی بعضیش وارد در واقع تکنولوژی کوانتومی هم میشن مثل ام ای جی که میخواد در واقع اثر مغناطیسی فعالیت نورونای شما رو ثبت بکنه. بخش بعدیش در واقع خود سیستمشه، خود سیستم ثبتش. یعنی به هر اون سیگنالی که شما می‌گیرید، یه سیگنال آنالوگ باید دیجیتال بشه. هم حرفی که اساتید تو پنلم گفتن، نیاز به یه سامانه‌ای داره که بتونه این رو انجام بده. یه بخش دیگه سیگنال پروسسینگشه که اینم باز حالا شبیه شبیه تر به کاری که بچهای مخابرات میکنن بچهای کنترل میکنن به صورت خاص بچهای مانسی پزشکی رو بایو میکنن که اصلا این سیگنال کم پروسسش کنن کم تمیزش کنن فیلترش کنن ببینن کجاها نورون فعال شده چقدر فعال شده کار بعدی که حالا تو این عکس کلمه خوبی براش بود بحث ترنسلیشنشه اینجا جاییه که یه نوروساینتیست هم باید به شما کمک کنه یعنی شما البته تو همه اینا باید نوروساینتیست به با شما کمک بکنه ولی به صورت خاص اینجا باید خیلی کمک کنه چرا چون میخواد ببینه که اون نورون منظورش چی بوده و چه چیزی رو میخواد به شما بگه خب و بخش آخر هم اینه که حالا کامندر شما میخواین بفرستیم مثلا یه سامانه کنترلی باشه همون رو دسته رو تکون میده که اونم خودش کار پیچیده کنترلی و رباتیکی باز بچه‌ها بر اونجا کمک میکنن و نکته آخر هم اینه که حتی راجع به خود بیسیک نوروساینس اصلا اصلا کاربرد ما کار نداشته باشیم خود علم خود علم نوروساینس به صورت ساینتیفیک باز اونجا هم ما خیلی مهندسه برقی داریم که نوروساینتیست شدن چون زبون مغز رو بهتر میفهمن و ابزاره خیلی خوبی دارن که بتونن آنالیزش کنن در این استاد بعدی استاد آخر و استاد آخرم من میخوام راجع به می صحبت کنم که حالا چرا شریف چند تا نکته که وجود داره اینه که اولاً که خب شریف تیم خیلی خوبی داره اساتید خیلی خوبی داره نیاز به توضیح خیلی نیستش یه نکته مهم شریف اینه که شریف الان تو دو سال اخیر یه برنامه پی اچ دی برای نوروسنس رو انداخته این هم نشون میده که دانشگاه میخواد سرمایه گذاری بکنه روی زمینه و همین که اگه بخواد تو ایران بمونید خب یه موقعیت خیلی خوبیه که در بعد کارشناسیتون وارد این پروگرام پی اچ نقطه دیگه پروژه‌هایی که تو شریف وجود داره، ما تو شریف پروژه‌هایی داریم که در واقع دکتر فردمنش که تو پنل بودن، پروژه‌ای دارن روی بحث نورال پروب، روی در واقع یه پروب عصبی که بتونه ثبت کنه، ما از پروژه بی سی ما تو شریف داریم با هم پای دانشکده کامپیوتر دانشکده مکانیک، پروژه سیگنال پروسسینگ اساتید خیلی زیاد دارن روی اف ام آر رو آی، روی ای جی و هم تو پروژه بیسیک نوروساینسی هم داریم، یعنی مثلا دکتر قاضی زاده پروژه‌ای دارن که در واقع خود بحث بیسیک نوروساینس و همینطور بحث مدلینگ هم هست که حالا اینکه مثلا چه شکلی ما میتونیم در واقع مغز مدل کنیم با مداره الکتریکی و اینا که ازش بگذریم <applause>